مادر مراسم اهدای مدال علمی نانو تکنولوژی هست این فیلم مادر به عنوان اولین زن برنده این جایزه شدند در فروردین 1394 من دانشجوی سال 3 پزشکی بودم همسر همه تحصیلات دانشگاهی من در واقع بعد از ازدواج بود همسرتونم ایشون هم وقتی با من ازدواج کردن رزیدنت بیماری های مغز و اعصاب بودن و برها دوره سختی برای ایشون هم بود و تحصیلاتمون در واقع میشه گفت که به موازات هم پیش رفت استاد دانشگاه بسم الله الرحمن الرحیم موضوع بحث امروز ما در مورد یک تکنیک جدید برای ویرایش ژنوم انسان و تأثیری که نانوتکنولوژی بر روی این تکنیک جدید به جای گذاشته سه تا مقطع داروسازی عمومی، کارشناسی ارشد و دکترای پی اچ دی تدریس میکنم کوشا با اعتقاد و قدرشناس عکس پدرم هستن مرحوم استاد حسین داوران و اولین استاد من در زندگی و تأثیرگذارترین شخصیت از نظر پیشرفت علمی من پدرم محسوب میشم. دکتر سودابه داوران تا کنون 160 مقاله علمی بین المللی داشته، 5 جلد کتاب تألیف کرده، با ثبت 16 اختراع و انجام 50 طرح تحقیقاتی در نگارش منابع علمی دنیا مشارکت داره. در 3 شاخه به اصطلاح در زمینه نانوتکنولوژی کار کردیم. یکی در زمینه دارورسانی، دومین زمینه در ارتباط با مهندسی بافت و پزشکی بازساختی و سومین زمینمون هم در ارتباط با تصویربرداری و تشخیص. خانم دکتر داوران یکی از شناخته شده ترین دانشمندان جهان هستند و اینها تنها بخش کوچکی از افتخارات ایشون در زمینه فناوری نانو برای حوزه دارویی و پزشکی. در حال حاضر تیم تحقیقاتی دکتر داوران با رویکرد فناورانه در زمینه پژوهش‌های زیستی کار می‌کنند. مادر دانشمند تبریزی الگویی الهام بخشه. با ارادند، فوق‌العاده پرتلاشند، اصلا خستگی ناپذیرند. تا زمانی که انسان میتونه کار کنه، میتونه ادامه بده، میتونه ثمر بخش باشه، باید راهش رو ادامه بده. بنابراین تا عکس نمره نهایی فاصله داری برای پروفسور داوران پله برای بالا رفتن همچنان هست